تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. تلویزیون بهار دیگه بهار آمد، گل آمد. تلویزیون بهار، بهار آمد، گل آمد. واقعا سپاسگزار هستم از حمایتتان، از محبتتان. واقعا تلویزیون بهار یکی از شبکه‌های بسیار موفق جهانی در تمام دنیا نشرات دارن و همیشه همکار بسیار خوبشان هستم و بودیم. امیدوار هستم که در آینده هم در خدمتتان بتانم باشم. جشنواره‌ای که در هلند گرفته بودین، در مام مایسه داشتم، بسیار واقعا برنامه بسیار خوب و مجهز بود. دیگه آهنگای ما از طریق تلویزیون بهار همچنان میتونین بشنوین. سرفراز و خوش و موفق باشین، کامیاب هستین. موفقیت های بیشترتان تمنا دارم. تشکر. بهار آمد، گل آمد، گل آمد، سنبل آمد، با گلشن بلبل آمد، با گلشن بلبل آمد. هی همی گیریم زشق جاله جاله، علا ایرش که لاله، علا ایرش که لاله. بیا تا من به غمهایت ستیزم، گل لاله به دامان تو ریزم. فرشته به مثل تو عالم ندیده. بیننده های عزیز تلویزیون بهار، درود و سلام بر شما. به برنامه نگاه نو خوش آمدین. امروز ما در این برنامه خود یک برنامه کاملا متفاوت، یا یک شو یا یک نمایش تلویزیونی کاملا متفاوت دارم. اینجا در برنامه ما یک خانم بلندقد، زیبا، باهنر و دوست داشتنی برای همه مردم ما تشریف دارن، خانم فرشته سما. خانم فرشته سما، خوش آمدین، صفا آوردین، چشمای ما روشن که آمدین و این کمره در خدمتتان و صحبت هایی که دارین لطفا بفرمایید. زنده باشین، سلامت باشین. از معرفی بسیار پر محبتتان، پر از صمیمیت، پر از واقعا بسیار تعریف بالا و بالایتان یک جهان سپاس. شما بسیار زرنوازی کردین، محبت کردین. از دعوتتان جهان سپاس. خوشحال هستم که امروز در برنامه شما هستم و از طریق تلویزیون بهار صحبت های انشاءالله می داشته باشیم امروی هموطنان عزیز خود. جهان سپاس از شما و هموطنان عزیز خود از رای دور می بوسم. سلام خدمتشان تقدیم می کنم. سلام خود با پیام عشق و محبت و همدلی خدمت یک و یک شما تقدیم می کنم. صحت مندی شما را می خواهم، سلامتی شما را می خواهم. فرشته به مثل تو عالم ندیده. ایره شنیدیم، بشنوین که فرهاد دریا چی میگه. فرشته جان، فرشته جان، دو چشم تو دو مصرعی یک غزل است. فرشته جان، دو چشم تو دو مصرعی یک غزل است. فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو به مثل است. فرشته جان، فرشته. این حال خوب است که ما از نزدیک فرشته جان رو میبینیم که فرهاد دریا دروغ نگفته بود، فکر میکنم. به هر حال بیاین که صحبتهای خود آغاز بکنیم. جانم فرشته جان گرامی و عزیز، شما میفهمین که در کشور ما زندگی کردن و بودن خودش یک محکومیت است. بله. یعنی که محکومیتی که انسان جامعه ما به فقر، به بدبختی، به تعصبات، به تنگ نظری ها، به فاندمنتالیزم مذهبی، به قتل، به کشتار و هزاران هزار مصیبت، خشونت، بله، محکوم هستند. از
سالیان پار و از سالیان و ده های طولانی. و باز در او کشور وقتی که شما در پالوی همه امی پرابلما زن باشین، ای پالوی از این محکومیت یک محکومیت دیگه که او محکومیت جامعه مرد سالار است. بله. و باز سر در پالوی از این علاوه بر از این که شما یک خانم باشین که در عرصه های فرهنگ کار کنین، روی استیج براین، آواز بخوانین، مردم شاد بسازین، این را خود میفهمین که یک پرابلم بسیار جدی است. به همین خاطر بگذارین که بگوییم که هر بانوی ما، هر خانمی که در کشور ما، چی در داخل کشور، چی در کمیونیتی های ما، در بیرون از مرز کشور ما کارهای فرهنگی میکنن، شعر میگن، آهنگ میخوانن، در تمثیل روی میارن، یعنی به کارهای خلاقی هنری میپردازن، اجازه بدین که دست پیشانیشان نوشته کنیم قهرمان. زنده باشین، زنده باشین. شما بسیار دقیق گفتین، شما بسیار درست فرمودین. با واقعیت که در افغانستان ما واقعا هر کار بله. هر کار مسلکی رو ببینین، اگر هر انسان هر کار میکنه، ما که میبینم یکم که یعنی مردم مو قدر کار مو شغلی که هست، اگر هر چیزی که هست خلاصه مشکلات خود داره، ولی بخش هنر به خصوص بازم طبقه اوناس طبعا مشکلات خود همیشه داشته. بله. ولی دیگه همین چیزی که شما فرمودین واقعا یک قهرمانی است، یک جهاد است. بله. یک جهاد است، نه از راه توپ و تفنگ و جنگ، بلکه بله. از راه هنر، از راه ادب، از راه فرهنگ. بله. و امیدوار هستم که خب در افغانستان همی معمول است که وقت آدم نبود باز او وقت بله. مردم متوجه میشن. بله. شما با وجودی که شاید بارها گفته باشین، باز هم چون در امی رابطه است حرف ما. بله. ما فکر میکنم یک مرتبه که ما صحبت شما را شنیدم از سن بسیار خردی از افغانستان بله. برآمدین. چند ساله بودین که شما برآمدین؟ احمد شاه جان عزیز تقریبا 8-9 ساله بودیم. 8-9 ساله بله، بودیم بله. که به آلمان تشریف بردیم. بله. با خانواده. با خانواده. اینال بله. برای ما بسیار جالب است که یک طفل 8-9 ساله که در اروپا بله. یعنی مکتب خوانده باشه. اینال شما در این سن خردی چگونه زبان فارسی را با زیبایی یاد گرفتین و باز بخصوص به موسیقی شرقی روی آوردین؟ و جالبش ایست که در بین خانم هایی که در کشور ما جان. آهنگ میخوانن و با موسیقی روی میارن، بسیار کم اتفاق افتاده که موسیقی را به شکل متدیک و اکادمیک و منظم، او هم موسیقی شرقی را در کشور غربی بیاموزه. و ما یکی دو مرتبه هم که با شما را دیدم در کنسرت ها که اماتر آگاهی بسیار جانانه از متون کهن ادبیات دری، از شعرهای مولانا، بیدل، ایگپا دارید. مختصر در این مورد صحبت بکنید باز. قربان شما، ای ذره نوازی شماست، لطف شماست، خواهش میکنم، مرحمت شماست. من خواه واقعا نکدام ادبیات بسیار بالا صحبت میکنم، ممتد به نظر شما خوش خورده، به گوش شما خوش خورده، کوشش میکنم تا جایی بتونم. چرا من دل سپرده به غزل هستم. بله. کسی که غزل میخونه باید بتونه حداقل کوشش کنه که ما که مثلا شعرهای مقبول انتخاب کنه. می شعری که آدم برای موسیقی میخونه طبعا وقتی که میخونه به فکر آدم میشینه. بله. دیگه خود عشق و خود علاقه انسان میرسانه. بله. بله. یعنی شما در درون خانواده طبیعی دیگه که کسی بوده که شما را آورده و بله. به مسائل ادبیات فارسی، به موسیقی، یک استاد گفتین که یکی از بزرگترین استادای هند استاد شما بوده و موسیقی را منظم و متدیک شما مختین. در قدم اول ما باید احمد شاه جان بگویم که همیشه این سوال میشه. بله. یعنی هم این رول داره که آدم دک فامیل هنرمند اگر به دنیا بله. میه خودش رول داره و همچنان برعکسش هم بله. هستن کسایی که اصلا در فامیل هنرمند تولد نشدن، زاده نشدن، اما استعداده مثلا مثل احمد زایر بله.
که پدرشون صدر اعظم بود اما خودشون چیگ آوازخوانه شدن. بله. دیگه اگر استعداد بسیار مطرح است و شوق و ذوق و پشت کار داشتن پشت کار. در هر مثلا بسیار مطرح است. من فکر میکنم من خودم بسیار واقعا علاقه دارم و داشتم از طفولیت و طبعا تشویق فامیل همه چیز نقش خدا داشته برای ولی در قدم اول استعداد خود شما و پشت کار این بسیار مهم است که تا که آدم استعداد نداشته باشه و پشت کار امکان نداره که به یک جای برسه در هر عرصه بخصوص در موسیقی بخصوص در قسمت موسیقی. ببینین اگر آدم 7 سال 8 سال 9 سال یا هر قدری که هست در رشته‌های مختلف به خصوص مثال یک دکتر طب برتون مثال بگیم. بله. درس ختم میشه، فاکولته ختم میشه، اون وقت 7 سال 8 سال در بر میگیره، زحمت اگر انسان بکشه تا مثلا تا یک اندازه‌ای آدم میتونه که یک دکتر خوب یا موفق شوه. بله. ولی اگر شما 20 سال 30 سال هم زحمت بکشین و چیزی که قدرتی خداوند بر آدم نداده باشه، بله. امکان نداره که با وجود به یک استعداد طبیعی وجود داره. بله. پس میم سر حرف. بله. کس نمیتونه که هنرمند شوه. بله. این منظور ما از خودم نیست، از هنرمندای بزرگ دنیا هست. بله. برای در مجموع هر هنری که باشه. بله. چی رسامی باشه، چی مهندسی باشه، چی آواز باشه، چی بله. نواختن موسیقی باشه، چی نویسندگی و ژورنالیسم باشه، چی نویسندگی و تئاتر و همه چیز باشه. بله. طبعا استعداد نقش مهمه داره. بسیار خوب. پس میریم سر یک حرف بسیار جالب که شما بیشتر بیان کردین. گفتین که امی که یک آوازخوان خانم در یک کشور مذهبی زده و قبیلوی و عقب مانده که هر روز پس رفته میره، که هر روز متاسفانه به عقب میره و جهالت و ناروایی ها روز تا روز به اونجا حکم فرما میشه. در اتر یک جای یک خانم وقتی که میاید در سر استیج بالا میشه و آواز میخوانه، امی خودش یک جهاد است. بله. شما جهاد میگین میره مبارزی مگذر مدرن میسازمش. بله. مبارزی نور بر ضد ظلمت میگم، یا مبارزی ترقی و پیشرفت بر ضد عقب گرایی میگم. بله. این بسیار یک مبارزی بزرگ است که خانم ها انجام میده و شما هم انجام میدین. اینال در این رابطه یک تعداد خانمایی که در افغانستان هست خب میفهمین مشکل ها و شما هم افغانستان رفتین، چی پرابلم ها را در وجود شما دیدین به صورت مشخص؟ موانع چی در کدام قسمت وجود داره؟ چی گونه احساس وجود داره که یعنی فعلا شما میبینین که زیاد یک تعداد دخترای جوان، یک تعداد خانمای زیبا مثل شما و علاقمند هستن که بخوانن ولی بله. اونمونجا در یک فضای بسیار مختنق زندگی میکنن. بله بله، این یک پرابلم بسیار کلان است. بله. جان عزیز، هر کسی که در یک جامعه عقب مانده هر کاری را که بخواید بکنه، به خصوص اگر بخواید که تغییرات در جامعه خود بیاره، طبعا کار از او، زندگی از او بسیار مشکل تر می باشه از دیگر انسان ها کرده. بله. و طبعا مشکلات خود داره، قیودات خود داره، ترس خود داره، دیگر خود از یک قربانی هست. بله. خود از یک فداکاری هست. دیگر من بر شما چی بگویم، وقتی که در افغانستان ما میریم یکان دفعه من تو فکر میکنم که بله. دور از هنردوستان گرامی باشه، دور از کسانی که قدردان هستن، دور از مردمانی که واقعا روشن فکر هستن، منور هستن، بله. عزیز هستن، دور از اونا باشه در بین یک تعداد انسان ها، طبعا آدم فکر میکنه که ما چی گناهی کردیم، چی کاری کردیم، چی کاری بده کردیم. و خدا را خواسته مثل یک خیانتکار، جنایتکار محکوم به خدا نخواسته با ترس و لرز، با بادیگارد، با چادر، با این چیزا یک وقتی که من خورد با حجاب اصلا یادم است که هنگامه جان خواهرم وقتی میخواند و دیگه هنرمندای عزیز در افغانستان مبسا خورد بودم، احمد ظاهر خانی ما میامد، احمد ولی جان خانی ما میامد، یک فضای بسیار صادقانه، هنری، مردم واقعا بله بسیار قدردانی میکردن، محبت نشان میدادن. ولی متاسفانه بله. این چیزا کلش تعلق میگیره به سیاست. خلاصه احمد شجاع عزیز بله. که چیزا کلش تعلق میگیره همچنان به وضع خود سیاسی مملکت ما.
وقت 30 سال 40 سال در یک مملکت جنگ باشه، مکتب نباشه، آگاهی نباشه، کشتن و زدن باشه، طبعا کلتور فرهنگ از بین میره و یک مملکت وقتی از بین میره که کلتورش مردم از پیش بگیره، فرهنگش مردم از پیشش بگیره و با یک اقتصاد خراب، با جنگ، طبعا یه چیزا تمامش تاثیر خود از سر فرهنگ موسیقی، سر درس، سر تمام چیزا در سر زندگی، همه شون زندگی داره. بله. 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 تهاجم فرهنگی و استعمار فرهنگی یعنی بدترین تهاجم است در یک جامعه. وقتی که فرهنگ یک جامعه را از بین بردن، همه چیز اصلی معنوی جامعه را و باید اساسا این شروعش از امو جایی که لازم است اطلاعات فرهنگ و کلتور باید این صورت بگیره که مثلا در مکاتب اینا مثلا یک مضمون مثل دیگر مملکت ها که ما خود ما در مکتب یک مضمون اساسی مکتب ما موسیقی بود در آلمان در فکر. آلمان در همه جا اینجا بله اینجا هست همه جا و یعنی کارهای شوه که اساسش خشتش پخته مانده شوه برای هر کار زندگی یعنی بله آهنگایی که نشر میشه مثلا مکتبای موسیقی درست شوه آهنگایی که نشر میشه زیر نظر صاحب نظرات تیر شون در قدیم خامتو بودن که یک هیئت جوری که بود اتو نبود که تنها بخونه هر کس هر که دلش شد بخونه اتو نبود که یک نفر که میخوند او رو میشنید میگفت خوب میخوانی رنگ آوازت مقبول است نمیفهم لباست مقبول است نمیفهم کمپوزت خوبش است نه شعرش تا جایی که من معلومات دارم شعرش کنترل میشد موسیقیش بررسی میشد و کسانی که دوجه صاحب نظر بودن کمپوزیشنش از همه چیزش یعنی درست اول کنترل میشد بعدا نشر میشد دیگه این چیزا خب حالا ببینین که شما مثلا تلویزیون هم زیاد است و کنترل از این چیزا یک ذره مشکل است و هر کسی که پول داشت و هر کسی که آهنگ زیاد داشت اما بیشتر به حساب به شهرت میرسه آهنگای خودان روان میکنن مثل اعلانات تجارتی واره پول مصرف میکنن آهنگاشان نشر میشه خلاصه ای است که در مملکت ما وقتی که آدم بی وطن شد وقتی که آدم آواره شد این چیزا در خود مملکت وقتی که جنگ باشه در هندستان در دیگه مملکت ها یک حالت نیست بله به خاطر از اینکه ما مشکلات داریم با سیاست خود با مملکت خود جنگ است عملا در کشور ما کشتار از زدن است خب به هر صورت بسیار مسئله خوبه شما در موردش صحبت کردین و اتفاقا که من میخواستم از شما سوال بکنم خب اگر که ما یک مقایسه بکنیم جریان یا سیر تکاملی یا رشد موسیقی را در زمانی که شما بسیار کودک بودین یعنی 30-40 سال پیش از احمد ظاهر یاد کردین از احمد ولی یک نسل در اون زمان به وجود آمد یک نسلی که امون دوره برای افغانستان در اون زمان مشخص یک دوره تقریبا مدرنیزم وارد بوده بخصوص در عرصه موسیقی و در اونجا مسئله که مطرح میشه که آهنگایی که از اون زمان مانده اگر متوجه شوین آهنگای جاودانه است بله. مثلا آهنگای احمد ظاهر مثلا امو آهنگای احمد ولی که در امو زمان ثبت شده نه آله بله. مثلا آهنگای زنده یاد ظاهر ویدا که در اون زمان از ناشناس هم بطور از استادای موسیقی استادای بزرگ مثل سرا خلاصه کلام که چیزهای به اوج خلق شده به وجود آمده ثبت شده که ماندگار تا حال مانده و هر قدر هم هر هنرمند ما که میخونه اونم کنه نمیشه بله از نظر شما چی حالت آمد که اینال با وجودی که ببینین که یک انقلاب اینترنتی در یک دهه گذشته در سطح دنیا به وجود آمده این انسان ها هم یک کیبورد میتونه کار یک ارکستر بکنه مثلا این از لحاظ تکنیکی من خدمت شما میگم یعنی ما با یک امکانات بسیار وسیع تکنیکی دست یافته بشریت و انسان ها اما و از جانب دیگه همی مقدار یا کوانتیتی آهنگا فوق العاده زیاد شده کی نیست که نمیخونه و چقدر زیاد اما کوالیتی فوق العاده پایین اومده این را شما چی فکر میکنین من تو فکر میکنم محمد شجان عزیز بله من تو فکر میکنم موسیقی را اگر ما برتون مثال بتم شما اگر مثل یک درخت فکر کنین بله که ریشه های ازی مثلا موسیقی کلاسیک است الف بایش بله ABCDش بله ریشه یک درخت است بله
وقتی که اینا لریشه یک درخت خشک میشه. بله. طبعا شما میتونین دیگه خودتون فکر کنین که شاخ و پنجه چه قسم میشه و برگ چه قسم میشه. در بهار چه رقم گل ثمر میته و گل میکنه و شکوفه میکنه و اینا همه شاخ و پنجه های زیاد نزدیک است که خوش شود. بخی از بین بره نزدیک است. بله. اینا له به خاطر بهبودی ازی دیگه اتر است که اتر نمیتونه یک نفر یک کار کنه. هر کس وقتی هر آوازخانه که میخونه او مسئولیت آواز خود داره. این کار بزرگ است. کار برتون گفتم پیشتر یعنی رای حلش چی است؟ مثلا چی باید چه رای حل ازی است که باید در مکتب ازی در مکتب موسیقی تدریس شوه. مثلا موسیقی را کسانی که میخونن یاد بگیرن. بله. موسیقی مثلا بفهمن که ام علم است ام هنر است. بله. و موسیقی را بخی به حساب یک آلی دست خود ساختن ساتری ساختن موسیقی به یک پدیده مقدس است. ببینین ما شما با موسیقی هم میخندیم هم گریه میکنیم. هم علم است هم فن. بازوی دو مورد بسان گپ میزنیم. هم هنر است. بله. بله. دیگه رای حل ازی چی است؟ رای حل ازی ای است که آدم یک پاسداری صادقانه کنه از هنر. همیشه نه تنها در رای موسیقی. همه چیز آدم آگاهانه پیش بره یاد بگیره. بعدا مثل که شما یک میخواین یک دکتر طب شوین طبعا شما نمیتونین دفعتن برین یک آدم عملیات کنین. بله. شما باید امتحان بتین، شما باید درس بخونین، شما باید موفق شوین، شما باید پرکتیس کنیم. یک چیز واضح است در همه همه چیز زندگی امی سیستم است. بسیار خوب. بله. یعنی پیشتر گفتین یک چیز بسیار جالبه، اما خب باید از این تجارب گذشته بیاموزیم نه؟ بله. یعنی در جای شک نیست که در تمام عرصه ها آلی فیسبوک و اینترنت و سوشل میدیا که میگن به انگلیسی نه؟ اینا اینقدر امکانات برای هر انسان وسیع ساخته که یک آدم و این کار رو نمیبینین که اتفاق هم افتاده در کنج خانه خود یا در تاکو خانه خود که یک کیبورد میشینه یک آهنگ میخوانه یک آدم یک بقاله یک آدم یک شعر میخوانه. همین زمان احمد ظاهر گفتین در مو عصر که شما من میفهم کودک بودین در اون زمان. اینال در اون زمان یک کمیسیون بود مثلا. بله. یکی در عرصه موسیقی متشکل از استادها و کسایی که واقعا موسیقی را میفهمیدن. بله. و یک آهنگ که ثبت میشد او از دسته کمیسیون تیر میشد. بله. بالاخره او را ارزیابی میکردن. بله. از لحاظ فن موسیقی میدیدن که این آهنگ واقعا بسر است، بلای است، تاثیر آواز بیشتر سر رنگ آواز و رنگ موسیقی گفتین که پسان. بله. بازگم. بله. میزنیم آیت های جوری که بود. بله. که نبود که یک نفر. بله. سر تمام مسائل مثلا. بله. نظر خدا بته برای مثلا شعرش یک کمیسیون علایده بود که شاعر بوده. بله. یا مثلا یک دکتر ادبیات بوده. بله. بله. برای آواز خانیش یک استاد موسیقی بوده، برای هر کدامش همطور آیات های مختلف بوده. آله یک نفر خضاوت میکنن نگه شما خودتان میبینین که چی جریان داره. یعنی ما دلیل از این که از دید شما که آهنگای یا آثار در عرصه موسیقی آثار که به جاودانگی به انجام یکی از دلایلش همیز فکر میکنه جان اطور است که هنر موسیقی وقتی یک آهنگ یک آوازخان ثبت میکنه. بله. این کل از این به حساب وقت بیننده ها یا شنونده هایی را میبینن و میشنون. بله. به حساب یک هنر ای دیده میشه، ولی یک هنر دهی نیست. بله. در هی هنر شعر و ادب است. بله. در هی مثلا هنر فیلم برداری هست، هنر ثبت آواز است، هنر نواختن هست، هنر هماهنگی مثلا وقتی که یک ویدیو ثبت میشه از دیکور گرفته. بله. از موی گرفته، از لباس گرفته، از آرایش گرفته. بله. چندین رقم هنرها یکی میشه، یک هنر ترکیبی است. یک اثر هنری کامل یک چیز ترکیب میشه. مثل که شما یک دواره میسازین، ده چیز یک دیگه که پخته میکنین. شوله قربندی. مثالای بسیار ساده بتم، یک دیگه که پخته میکنین، ده چیز دو بلوزین تا یک چیز میشه. یک چیز جور میشه. یک چیز مزه‌دار دیگه. یک چیز مزه‌دار، یک آهنگ هم بتر است. اینا له به اون خاطر باید تمام چیزای زیر مد نظر گرفته شوه. بله. دیگه ما نمیخوایم که زیاد دای باره بگویم. من خودم یک شاگرد موسیقی هستم. من خودم دای جاده هم افتادیم، هم دویدیم، هم راه میگردم، هم تو نیست که من کوشش میکنم که چیزی که من از توان خود از توان من پوره است بتونم برای هموطنای خود پیشکش کنم، قابل قبولشان باشه، خداوند مرا قدرت بده که من بتونم بیشتر بیاموزم تا چیز خوب برشان پیشکش کنم. ولی دیگه خب حالا میایم
خداوند شما را قدرت به تمام دعا میکنیم. بله. حالا میایم سر ازی که همین سبک خود شما، استایل خود شما در موسیقی چی است؟ از کجا شروع کردین؟ چه نوع اسماعیل استایل به نظر شما؟ بله. چی است تا جایی که شنیدین؟ ما تا جایی که شنیدیم آهنگای شما را بیشتر آهنگای آرام و غزلگونه بودند. بله 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 درست است. اما ما یک آهنگتان بسیار بسیار خوشم آمد، بسیار دوستش بله. دارم که او آهنگ است که کته آقای آرمان خواندین. بله. و چی زیبا. زنده باشین، تشکر. ما دل سپرده به غزل هستم. بله. هم شعر غزل و هم سبک موسیقی غزل. ولی آهنگی که شما پیشتر گفتین، آهنگی که با استاد آرمان ما اجرا کردیم، آهنگ بهار آمد گل آمد. گل آمد سنبل آمد. به گلشن بلبل آمد. بله آهنگ است که استاد خیال ایره درست کردن. خب این کمپوز از استاد خیال، از آقای خیال است. بله. بسیار خوب. و این غزل قبلا هم خوانده شده بوده فکر کنم. من فکر میکنم خوانده شده، ما حتما خوانده شده. بله. ولی ما از پیش آقای آرمان ایره شنیدیم و به حساب می آهنگ بسیار، چون آهنگ مردمی و مقبول بود فوق العاده. در مجلس ما ایره هم تو خواندیم و دوستا بسیار خوش کردن آهنگه که بسیار مقبول و به حساب فولکلوریست، به حساب خوش آمد. امیره ضبط کردیم. او را ضبط کردین شما. ما هم آواز خوب، هم کمپوزیشن خوب، هم امی ترکیب خود انسترومنتال که میگن، نه امی جالب. هارمونی. بله. امی صداها همش یک چیز بسیار جالب و مقبول آمد. بله. امور ما میگذاریم و بعد از او میریم سراغ صحبتهای دیگر. یعنی که بیشتر ما اتفاق میدم که شما آهنگای غزل و دلیلش هم ایست که امی مادر کل امی موسیقی. بله. خو کلاسیک است که در راه. بله. ها و تات ها و من میفهمم میگه پاره. بله. که شما. بله. میفهمین و خیال و اینی مسائل وقتی که یک کس من میخواستم بگویم محمد شجاع گل ببخشید. خواهش میکنم. من دل سپرده به غزل هستم، ولی من آهنگای مردمی و آهنگای شادم ضبط کرده میخوانم. یعنی کوشش میکنم که به سبکای مختلف بخونم. بله. به خاطر از اینکه علاقه مندا در جایی که آدم برابر میشه، مثلا محافل یا مثلا. بله. نگان کنسرت ها به خصوص دیگه دوست دارن که ذوقای. بله. مختلف رو بشنون. من کوشش میکنم تا جایی بتانم هم رواج بازاره و هم مردم خوده مد نظر بگیرم، ولی بیشتر علاقمندی خودم به غزل است. یعنی که راحت خود احساس میکنین در غزل جانا؟ بله. یعنی با میسنای شقیقی سفید مثل ماور مردم بسن ارتباط نداره قطعا. یک مسئله ذوقی است. مسئله ذوقی. یک مسئله ذوقی و شوق انسان است. بله. ما یک بله یک چیز رو میخواستم از شما بپرسم. بله. در علوم اجتماعی مثلا به طور مثال یک آدم اگر فلسفه را خوب بفهمه. بله. باز امو فهم یا آموزش مطور مثال جامعه شناسی، روان شناسی، آنتروپولوژی یا انسان شناسی ایگه پا بیسا برش آسان میشه. بله. اینال ما فکر میکنم در موسیقی هم مترسه کسی که کلاسیکه بفهمه، موسیقی. بله. کلاسیکه، یعنی راگ بفهمه، ریتما را بفهمه، تاله بخونه بفهمه، غزل خواندن برش باید بیسا ساده میشه و آهنگای دیگه فوق العاده. اما تو راستی هایتون نیست؟ طبعا. تو راست که پیشترم گفتم که اساس موسیقی کلاسیک است. بله. و کلاسیک مثل عزیز که مثلا یک شاگردی که به مکتب میره. بله. اول الف بی پی تی سی را یاد میگیره بعدا نوشته میکنه. بله. ولی کلاسیک به حساب شکل به خصوص خود داره که او را یک قاعده است. بله. یک مقام است که او باید با مو اصالتش با مو شکلی که هست خوانده شوه. بله. ولی در غزل. بله. زیبایی غزلی است که آدم میتونه خیال پردازی کنه، آدم میتونه احساس خود دهش شریک بسازه. بله. میتونه که دهش ابتکار کنه، خلاقیت داشته باشه. بله. شعرهای مقبول مختلف انتخاب کنه و یک میکس بسیار مقبول است. کلاسیک یک چیز اساس موسیقی است. یعنی. بله. شما کلاسیک خواندین؟ درد داده با شما کلاسیک؟ بله. استاد چقدر وقت شما پیش استاد وقت گرماندین به اصطلاح زانو زدین؟ اما تو میگن دیگه به حساب
موسیقی متعلم شاگرد هر چی که شما میگین وطنی شما میگین بله بله ما درس گرفتیم از استاد غلام علی بله و همچنان درس گرفتیم از استاد فتحعلی خان صاحب شما با نام استاد فتحعلی خان صاحب آشنایی داره با کلی آشنایی دارم بله استاد فتحعلی خان یکی استاد فتحعلی خان نصرت فتحعلی خان است نه نه او خو قوالی میخونم او قضا میفهم فرشته جان بله ولی استاد فتحعلی خانه که در هند هستن در پاکستان هستن چطور براتون بگویم که خود استاد سراهنگ ما پیش کاکای استاد فتحعلی خان درس خوانده به نام عاشق علی خان بله اما مکتب پتیاله که میگه بله دیگه درس موسیقی را که شما پرسان کردین اگه ما براتون بگویم یک سال خواندیم دو سال خواندیم سه سال خواندیم همیشه آدم باید بخونه همیشه منظم تمرین کنه ختم خاتمه نداره همیشه باید آدم تمرین کنه سر یک راگ باید 6 ماه یک سال آدم باید کار کنه راگ ها استادهای موسیقی آمچه جان وقتی که استادی خود میگیرن اونا در تمام راگ های موسیقی استادی خود گرفته نمیتونن اینقدر یعنی یک بحر بزرگ است اونا هم مثل دکترای طب وره همی 84 راگ میگن 84 تا زیاد است تقریبا 200 راگ است تقریبا یکی راگ است یکی راگنی میگن نه که راگنی خب بله راگ است و راگ نیست ولی بله. اساس موسیقی 10 تات است 10 تات است 10 تات است که از این 10 تات بله مثل پدر و مادر است که بعدن راگای دیگه برای راگنی خب به حساب مؤنث راگا هم تو یکی میشه بله بله خواندنش شکلش فرق میکنه که لطیف‌تر است و ظریف‌تر است یعنی شما باید دیگه چون لطیف‌تر هستین راگنی بخونین نمیشه والا ببینیم کوشش میکنیم بله ببخشید ادامه بدین من بسیار جالب بود برام گفتین که پیش فتحعلی خان شما پیش فتحعلی خان صاحب ما یعنی درسای گرفتیم منظور سرزی بود که چند سال نداره تا که انسان زنده است اگه بخواد یک آدم علم موسیقی را بیاموزه همیشه باید تمرین کنین مثل یک ورزشی است که اگه شما یک سال دو سال سه سال ورزش کنین باز ایلا کنین خراب میشه بله از بد بدتر میشه همیشه موسیقی یک چیزی است که همیشه باید تمرین شود یعنی هدف میست که شما راگم تو کدام وقت شده که خوانده باشین دک بالکل راگ تو کاملا راگ نخوندیم ولی تمری خوندیم راگی که مثلا مکس بوده مثلا آهنگ ما گشنده باشین با استاد فتحعلی خان در راگ کلاواتی است اگه شنیده باشین پیانهی آی سکی یا امرای خود استاد فتحعلی خان صاحب مایک سیدی خواندیم که در راگای مختلف اونا هستن یا بخش نشدن تا حالا اونا سیدی هستن سیدی هستن بله به هر حال یعنی که عمدترین مسئله همین مسئله استعداد است و در پالویش از این آموزش اکادمیک و منظم موسیقی حالا من یک سوال دیگه شما دارم اون سوالی است که یعنی دمی یک مدتی که ما در این کشورها بودیم در بسیار کنسرت های خانگی بسیار هنرمند های سابقه دار و با تجربه و با استعداد و بزرگوار رفتیم بله از دید شما وقتی که شما در یک کنسرت داخل میشین مثلا یک فکر کنید که اینجا سالون است و 500 نفر هم است و میگه که خانم فرشته سما اینمه با شما میخوانه بله. وقتی که پایتان سر استیج میمانین چی را باید در نظر بگیریم من حیث یک آوازخوان من حیث یک هنرمند من حیث یک کسی که مردم منتظر است که شما برش چی میخوانید بله اول خو هنر موسیقی بسیار یک پدیده مقدس است همیشه بله. واقعا در هر کار بله. انسان باید خدای خدا یاد کرده استیج خدا مقدس دانسته باید سر استیج بره با یک حاکمیت اگر انسان یعنی سر کار خود حاکم باشه طبعا آدم موفق می باشه بله. چی را آدم باید مد نظر بگیره بله. مردم خود محال خود بله. کار خود آواز خود بله. هنر موسیقی ده هنر موسیقی هم متمتیک گنجانیده شده بله. وقتی شما می خوانین هم ادبیات بله. گنجانیده شده بله. هم خود موسیقی خود هنر موسیقی هم حرکات هم جیست هم مردم هم بسیار چیزایی است که آدم باید مد نظر بگیره ذوق بله. مردم این مسئله را من میخواستم بگویم بله. که بسیاری از آوازخوانای ما بله. وقتی که در یک محفل بله. میرن متاسفانه روحی مردم نمیفهمن بله. مثلا یک آهنگ را میخوانن که او آهنگ برای یک آدم 70 ساله که موسیقی را بفهمه و ادبیات هم بخونه در یک محفل بله. که مثلا اونجا نوجوان ها و جوان هاست اینی مورد ما میخواستم از شما سوال بکنم درست از ذوق مردم باید مد نظر گرفته شوه بله ولی
آنچه که مهم است مردم نازنین و گران قدر ما هم باید ایره بفهمند که اینا بر شنیدن چه کسی میرن، دوج چی پیشکش میشه. من نمیتونم که مثلا پیش استاد سراهنگ برم و باز من مثلا بر از توقع داشته باشین که شاخ کجا نه بخونه، شاخ کجا نه به من بخون، اتفاق نمیشه. نمیشه او را دیگه موریانا سعید بخونه خوب است. بسیار خوب، شوخی میکنیم البته. خب بله، یعنی که اتر شما میگن که یک ارتباط به حساب فلسفی دیالکتیک میگن، متقابل بین شنونده، یعنی هم شنونده باید بفهمه که پیش کدام خواننده میره و او توقعی را از او خواننده که به طور مثال غزل و کلاسیک یا آهنگای آرام میخوانه نداشته باشن که آهنگای چی میگن. یک مثال است که میگه از دل بخیزه بر دل بنشیند، سخن آن است که از دل برخیزد و نشیند لاجرم بر دل. بله امت یک گفت است، ولی آوازخوانای ما هم فکر کنند در این مورد باید متوجه باشن. برای اینکه پیشتر شما یک گفت بسیار خوب گفتین که شما هم کلاسیک میخوانین هم غزل میخوانین و هم آهنگای مست و ریتمیک هم دارین. کلاسیک کمتر میخوانم، بله، ولی بیشتر غزل میخوانم. کوشش میکنم که ذوق مردم خودم مد نظر بگیرم، هم آهنگای شاد و آهنگای مردمی، یگان آهنگای محلی. بله، نظر به مو چرا ما دیدیم آهنگای محلی که شما خواندین، اینم به آهنگ پیشتر که آقای ساربان خواندین، یک آهنگ بسیار ریتمیک مقبول است. استاد ارمان، معذرت میخوایم، آقای استاد ارمان، بسیار بسیار زیبا و بسیار مقبول اجرا شده. از هر لحاظ میتونه آدم بگه که آهنگ تقریبا مردمی است و فوق العاده زیبا. بله بله، به این حساب این بسیار مهم است. خب یک دمی مورد، یک درد دل یا شکایت ما دارم که خدمت شما باید بگویم. امیره ما امیدوار هستم که هنرمندای ما درد دل ما ایست که فرشته جان، این خودمانی گپ میزنیم دیگه، بالکل تر یک مشکل دیگه وجود ما یادم است یک وقت در افغانستان، بله، ما خود یک مقدار آدم قدیمی و باستانی هستم، من شخص خودم آدم با اصالت، خواهش آدم میکنم، ادبی، لطف میکنم، آدمی که افتخار قربان شما شد، همه ما افغانا هستن، زنده باشید. تلویزیون مدام چند روز تعقیب کردیم، واقعا که برنامه‌ای بسیار زیاد پر محتوا، برنامه‌ای بسیار زیبا و مقبول، هنرمندای را شما آهنگایش نشر کردین، مثلا میرمن پروین که کاملا جوانا با نامشان آشنایی ندارن، بسیار چیزای زیبا، برنامه‌ای بسیار قوی، برنامه‌ای فرهنگی و ادبی، برنامه‌ای بسیار جالب داره. آل فرشته جان قد توصیف نکنین که دمو یک کدام قریه بوده، دو تا خان، دو تا نفر بوده، باز میفته ما تا خان وای از تا خان وای میفته ما رو توصیف کنم داره. اما سپاس میکنم، لطف میکنم، شوخی یک طرف. هدف ما ایست که یعنی در گذشته ها فرشته جان مثلا باور کنین ما می آوازخوانا رو اکثریت شدیدی می نمی استاد را این بخش مثلا، بله، همی اما هنگ، بله، همی یک تعداد زیادی نمی پشت هارمونیوم می ششتن، نه کتابچه بود پیش از یا در وقت، نه آیپد بود، نه کامپیوتر بود، همی شروع می کدن باور کنین از همی سر شو تا صبح اینا می خواندن. خب استادا و امچو جان، حتی همی آقای ویدا، حتی مزایر جان، اینا می آرمدن کنسرت ها، بله، اونا کارشان بود، اونا از پدر مثلا در خرابات تربیت شده بودن، آوازشان از مثلا استاد سراهنگ، استاد قاسم، استاد رحیم بخش، اینا رو گفتن. اونا بسیار از جنراسیون به جنراسیون، یعنی در خانواده‌ای که هم علم هنر داشتن هم هنرمند بودن، درس گرفتن، یاد گرفتن، کارشان بود. ولی در شرق و در غرب بسیار زیاد مشکل است. حالا ببینین که یک هنرمند نمیتونه که مثلا این مثل هندستان وره، مثل افغانستان وره. کار اساسی هر هنرمنده که دیجه ببینین تنها هنر نیست. یک هنرمند باید دیجه یک کار دیگه داشته باشه تا بتونه زندگی خود پیش ببره. هنر هر هنرمند کار دومش هابیش میشه دیجه. اما باز یک موضوع رو در نظر بگیرین که بله. بیننده وقتی که یک آوازخوان یا هنرمند بله. کنسرت میده، چی در درون یک خانه بله. و چی در بیرون، او نمود توقعی را داره بیننده که از اونم هنرمند داشت بله. و این چیزا ما به شما بگویم که من نام نمیگیرم، آوازخوانایی که 60 سال، 70 سال، 50 سال عمر خود در ایران تیر کردن، اینقه کتابچه های کلان در پیش رویشان ماندگی، شیرارم غلط میخوانن، باز اینه ترکایی ورق میزنن. اینا مشکل چیز، من علم موسیقی را کم میفهم فرشته جان، مشکلی است که من تو فکر میکنم که اینه مخصر خودم اتفاق افتاده. یک آهنگ میخوانه، این موسیقی هوا داره، نه؟ بله. هوایش میاد دیگه که اینا به مو راگ یا به مو
ریتم یک پنج آهنگ دیگه پشتش یا سه آهنگ دیگه پشتش بله، که همین فضا و اوار به اصطلاح یا خراباتی ها که میگه اوار جمع کنن بله. ولی نمی یک آهنگ که خواند اونجا دیگه 50 60 نفر 70 نفر هم شیشته بله. و گوش میکنه و یام آوازخوان است که نام خدا برابر عمر ما سابقه چیز داره با سای ببینی که اونجا ورق میزنه باز یک دو نفر اونجا گپ میزنه دو نفر اونجا گپ میزنه دو نفر اینجا بله. اما فضا هم خراب میشه اینم سر شو تا آخر شو اینو تکرار میشه این دینی مورد ما میخواستم شما دینی مورد اینا آوازخوانا اگر مد نظر بگیرن که وقت یک آهنگ شروع میکنن به خواندن بله. میتونه آدم قسم تنظیم کنه که مثلا در راگ بیروی بله مثلا شما میخونین که راش جانانه ممکن بخونه شوخی کردم بله بسیار معقول یا مثلا اینا اگر آدم کوشش کمه که اگر بلدیت داشته باشه در اساسات موسیقی با رمزها و رازها یا پرده های ارمنیا خود کسی که می نوازه بله. اولا این مهم است که وقتی یک نفر می خونه باید بنوازه بله بله وقتی که آدم نواخت بهتر میتونه که تنظیم کنه آهنگای خوده خب دینی راک من میتونم 4 5 آهنگ بخونم که در یک فضا و در یعنی هدف تا نیست که یک آوازخوان چی مرد باشه چی زن حداقل با یک آلی موسیقی آشنا باشه بله. اما تو میخواین بله. بله یک چیز واضح بله. است بله که او پرده ها را راک ها را چی گیتار باشه بله. چی بله ارمونیا باشه بله. هر آله موسیقی باشه بله ولی اگر آدم بتونه که تنظیم کنه آهنگای خود مثلا 4 5 آهنگ در یک راک بعدا 4 5 آهنگ دیگه در دیگر راک بله. فضای موسیقی که شما گفتین بله در قسمت فضای موسیقی سکتگی نمیه بله بله اجرا بهتر بله فضا جمع میشه هوای موسیقی بهتر میباشه اجرای بهتر میراشته باشه آدم و یا ایست که اگر من دوستای نازنین اگر یکان دفعه همطور برابرم شده که اگر ما خودم خواستیم مثلا در یک کنسرتی که یک 4 5 آهنگ پشت سر هم برشان به یک هوا و یک فضا بخوانم دوستا یکان دفعه خسته میشن میان میگن این آهنگ از او رو بخوان از این رو بخوان مست بخوان قطغنی رو بخوان این رو بخوان باز اونها هم رول خدا داره که اگر هنرمند یک ذره کانفیوز میشه یا میخواد که به حساب به مذوق علاقمندای خود بخونه طبعا هوا تغییر میکنه بله. راگ ها تغییر میکنه اما باز این مهارت یک آوازخوان فرشته جان دینمی است که اینم بله. یک کامبینیشن جور بکنه بله. که یک آدم که فرمایش هم میته بله. خب ضرور نیست که مو عاجل دفتن ضرور نیست ولی حالا قدر یک مشکلات هست که ببینین یک مشکلات سیاسی هم در موسیقی خود بله. متاسفانه که سیاست در موسیقی رخ نکده مثل که بله. در دین همطور بله. داخل شده در موسیقی بله. داخل شده یک نفر میگه پشتو نخوندی از ما آزرده میشه یک نفر بله. میگه ازبکی نخوندی ما را دوست نداری یک نفر میگه ازارگی نخوندی اینی مشکلات هایی است که اصلا باید با موسیقی سرکار نداشته باشه بله. مسائل هی پرابلم ها هست بله. یعنی هدف ما این بود که یک موضوع دیگر هم من خدمت شما بگویم اینم یکا شما خود کت استادای پاکستان و هند و کت آدم هایی که اونجا بزرگای موسیقی است که کسایی را که گفتین کار کردین مثلا یک تاپ‌ترین آوازخوان به طور مثال اندی را اگر شما بله. مثال بتیم اونمو آوازخوان مثلا 50 60 70 سال خوانده تاپ‌ترین آوازخوان اونمو کشور خود است یک کنسرت وقتی که دعوتش میکنن و ای در غرب هم وجود داره بله. اونمو آوازخوان میاید در روز کنسرت پیش از کنسرت پیش از کنسرت به انگلیسی ریهورسال میگن به حساب ما و شما هم تمرین میگیم اونمو جا میاید تمرین میکنه آواز بله. خانای خدا بله. و آواز خدا ببخشین و کته اگر که نوازنده کتش به خصوص نو باشه بله. خب او 100% باید این کار کنه که تمرین بکنه پرکتیس بکنه بله. و اما هنگ بسازن و باز بعد از اون آهنگای خود بخونم فکر کنم دوچار مشکل نمیشه بله، بله. اینال ببینین فرشته جان مثلا وقتی که یک آوازخوان در سر استیج بالا میشه و میگه که من کته دی آوازخوان کته نوازنده تمرین ندارم بله. اولین چکش که میزنین در سر امو بیننده که بیننده میگه ولی یا تمرین نداره یا چی خواد خواندن اینی را شما چی قسم چی گونه باید این مشکل حل شد راست میگین شما باید برنامه قسم تنظیم شده که حداقل چند روز پیش اما هنگ شوه همش بله. نوازنده با هنرمند بتونه تمرین داشته باشن بله. ولی هر آنچی که باشه به نظر خودم هم لازم نیست که همه چیزا برای بیننده ها گفته شوه بله. آدم کوشش کنه که بسیار با یک روحی خوب بله. با یک خوشبینی بله. روی استیج بره
و موسیقی خودش اگر تمرین هم آدم داشته باشه فضای موسیقی بسیار مهم است. فضای موسیقی ما هوای موسیقی بسیار بله. مهم است به خاطر از اینکه این کار کار احساس است. بله. دیگر آدم کوشش کنه که به خوشی به فضای بسیار هنرمندانه صمیمی برنامه را پیش ببره. بله. ان شاءالله که بهتر میشه. بهتر میباشه. بله. یعنی هدف ما است که شما آوازخوان ها اینقدر که از بیننده ها توقع دارین متوجه باشین که بیننده ها هم شما اون مت یک توقع داره اگر ارتباط با کلی متقابل است دیالکتیک که ما پیشتر گفتم ما تو از لحاظ فلسفی متقابل مانا میده. خب یک چیز دیگر هم خدمت شما یک مشکل دیگر هم داره آوازخوان های معاصر ما و تا آوازخوان های کنه ما که در شرایط فعلی زنده استن و عمرشان امیدوار هستم که همیشه طولانی باشن نور چشم مردم ما و ما هستن اما باید اینی مسائل بگوییم این دمی دوران مهاجرت ما دیدیم بسیار آوازخوان های تاپ ما نمیخوایم که نام بگیریم چرا ما عادت نداریم اینجا و آوازخوان هایی که بسیار طولانی سابقه داشتن سر نام تاپ دمی لیست کشور ما و شما که یک شعر بسیار بسیار شاد مست اما تو مقبول انداختن در یک آهنگ سیاسی و طور مثال پرسوز غمگین جگرخون اما تو جانانت خوانده دیگه دگام چک چک هم برش کردن و اینم یک مثال هم به شما میتم این میامزایر بزرگواریش دمی بود که یک آهنگ امزایر پیشتر شما یاد کردین گفتیم پیشتر که میایم سر بله. یک آهنگ امزایر شما نمیافین که شعر با کمپوز با کمپوزیشن و با موسیقی مطابقت نداشته باشه هارمونی نداشته باشه هارمونی و هماهنگی بله شرط اول است در موسیقی بله این هدفی است که من میخوام از شما پرسان کنم که در پالوی از اینکه یک آوازخوان و هنرمند استعداد هنری داره تمرین میکنه موسیقی را عمیق بفهمه باید شعر هم عمیق بفهمه ادبیات باید عمیق بفهمه احمد شاه جان عزیز هنر یک چیز است ببینین بله. یک دیگه نره شما با یک زرگر میتین من همه فهم الماس زمرد هر چیز برش میتین بله و با چندین زرگر میتین و هم براتون یک انگشتر میسازه از امون نگین بله. و یک نفر دوگان بر شما یک انگشتر میسازه از امون نگین هایی که در اختیارش هست برای من کلا بگوین خوب تر است کلای نگین دار هر کسیم مشکل خدا نیخ شما خواه انگشتر کار دارم من کلا کار دارم مدو خاطر گفتم بله و دیگه هنر نمی هست حسابش که مثلا یعنی فرشته جان شوق بسیار بله مظاهر که یاد کردین بله مظاهر بسیار یک ذوق بسیار آلا داشت ذوق بسیار والا داشت البته و کار هم میکد فرشته جان سر یک آهنگ خود ما مطمئن هستم که ماها کار میکد و شعرش از سرش مظاهر بسیار شرایط خوب هم داشت مظاهر بهترین نوازندار هم در پلی خود داشت آمدزایر بهترین شاعرار هم داشت بله. نوازنده بله. نوازنده استادا از استاد ارمان گرفته استاد ننگیالی گرفته بهترین کمپوزیتورا را در کنار بله. خود داشت مثل استاد خودش بسیار خوب می ساخت خودش بسیار مقبول می نواخت آرامی می بود آزادی بله. بود استعدادش سرشار بود عشق داشت ولی یک چیزی بود که دیگه شرایط دو گپ گفتین پیش از اینکه به اون مسائل عشق بله، بریم بله، بله. یک موضوع دیگر هم می‌خواستم خدمت شما بگویم جان. ما امیدوار هستم که هنرمندی که آهنگ خوانده آزرده نشد چون من یک آدم بی سواد هستم در موسیقی من حیث یک بیننده ای گپ میگم شنونده یک آهنگ هم از ظاهر است شعرش از لاوتیس بله فرشته جان حالا خود مسئله موسیقی شد که شما این تو آدم از لاوتی بله بله ابوالقاسم لاهوتی او یک قصه تاریخی داره خب استالین او را زندانی میسازه تبعید میکنه به سایبریا خانه کاشانه همه چیز خود از دست میده آدم سیاسی بود بله اصلا از آذربایجان ایران بود او یک شعر میگه که فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند غمم را بلبل کاواره شد از لانه میداند خو ایره ما نمیخوایم که بسته برنامه را سر از شعر یعنی شعر منتها درجه شعر است که از اندو غم یأس و ناامیدی گفته شده و شما برین امی آهنگ امزایر را بشنوین ما به حساب موسیقیش شما میفهمیم که در کدام راگ و ایگا پاس یک تال بسیار لمه با کمال میل میشنویم هدف میست که اینه اینی آهنگ خوانده که بسیار عمیق با می شعر با روی شعر بله مطابقت داره بله. ولی معادل امزایر کسی که در امو همزمان و معادل امزایر بوده حتی در رقابتش بوده انداخته ایره در تال مغولی
همی تا تا تنگ تنگ و تنگ و تنگ به این شکل خوانده. بله. اینی خوب باز در موسیقی کفر است. خوی نمی نمی چیز است که شما درک میکنین، شما را نمیگیرد. هنوز اینه ما به کلی بیسواد استم در موسیقی. خوشتون نخواهش میکنم. آه بله. و مطابق ذوقتان نیست، اونا آدم هایی که صاحب نظر هستن. بله. میفهمن شعر ذوق دارن، هنر موسیقی. بله. نمی چیز است که شما انتقاد که امروز شما میکنین نمی چیزا با وجود میاد. بسیار خوب. بله. خب حال بین که کمک موسیقی گپ بزنیم، یعنی خود موسیقی را شما چه قسم تعریف میکنیم؟ احمد شو جان عزیز، موسیقی خوب بسیار دفینیشن ها یا مثلا مختلف داره. بله بله، تعریف های بسیار مختلف داره. بله، موسیقی صدای قلب هر انسان است. بله، من نفهم شما چی نشته کردید. نه، ما موسیقی یک زبان بین المللی است. بله، موسیقی یک تجلی خداوند است، یک نور خداوند است. بله، موسیقی اولین معلم موسیقی خداوند است. بله، موسیقی را ما و شما از طبیعت گرفتیم. بله، اولین معلم موسیقی طبیعت است. من در مصاحبه پیشتر خودم گفتم. بله، که اگر از صدای پرنده ها بگیریم، از شرشر آب، شرشر درخت ها، از همه چیز بگیریم، اولین خالق موسیقی خداوند است. بله، و شریک غم و شادی ما شما هست. ببینین با موسیقی میخندیم، با موسیقی گریه میکنیم. وقت در مملکت ما انتحاری میشه، کشته میشه، هنرمند ها امو تصاویر مندازن، بیت میخونن، آواز میخونن، امو غم و محبت و عشق و احساس و پیام خود به مردم خود میرسانیم. یک احساس مشترک است. بسیار تعریف های مختلف دارن. میگن نفس در سینه آدم نمیرفت، درون سینه او ساز کردن. وقتی که انسان خداوند ساخت، اول موسیقی را ساخت. در قلب انسان موسیقی را گنجانید. درست میگه با گلشن زاغ با بلبل. بله، با گلشن زاغ با بلبل. بله، کجا روی سخن داند جانا. متوجه هستین؟ اثر در ناله می باید، ورنه هر مرغی دهن دارد. بله، و کسی که آواز نداشته باشه بخصوص ما مردم که از بله، از زمان کودکی که وقت خواب نمیریم. بله، گوش ما شما با آللوللوی مادرای ما آشناست. اونم خودش موسیقی است. ما بسیار جوان بودم فرشته جان. بله، که درس های موسیقی را مددی کت سرانگ پیش می برد. بله، و در اونجا باز در توضیحات استاد میگفت که موسیقی مورا در اوا گریزدن است. بله، و این را من که آل میبینم که به حساب از این میگفت که در زبان خود سوریانی امی مو هوا ما نامیده و سیقی گریزدن ما نامیده. یعنی موسیقی که یک چیز لطیف و زیباست که مثل که مورا در اوا گریزدن. بله، اینه طور یک چیز است. خب آل میبینم سر یک موضوع دیگه موسیقی. یکی خود در موسیقی ریتم یا تال است و بله، دیگه ملودی. بله، که اینمی ارتباط دوتا را چه قسم ما میتونیم توضیح کنیم؟ ارتباط از این دوتا را میتونیم که مثل جسم و جان تشریح بکنیم. بله، تشریح بکنیم. بله، بله، بله. فکر کنین ملودی آواز است، صدا هست. بله، و تال هم اونه ضرب است، ضرب است. بله، که این دو چیز باید با هم هماهنگی داشته باشه که یک پارچه مقبول زیبا بله، باید. بله، و در مورد از اینکه ما گفتیم موسیقی علم است یا فن است. بله، خب ایتو دانشمند های تو توضیح میکنن که موسیقی هم علم است هم فن. بله، مثلا علم به خاطر از این که صوت خودش در فیزیک اینمی یک بله، بحث بسیار چون بله، بله، ما فیزیک خواندیم. بله، انجینری خواندیم، بخش تکنیکی از تکنیک. بله، بله، اینمی خود صوت خودش یک علم است که این سر زیبا شده. همین فرکونس هایی که مثلا آدم بله، صدا را تجزیه میکنه، حساب میکنه، حساب میکنه. بله، در تکنیک که بله، شما وقتی که یک میکروفون عیار میکنین کلش روی یک حساب است. بله، بله، روی یک فیزیک است. بله، این منظور بله، شما از این است. هدف ما از این است که صوت خودش رفلکشن داره. بله، و این چیز یکی و دیگه ای که ریاضی هم است. بله، بخاطر آل مثلا تال تین تال نی 16 ماتر است. اون هر کدامش خودش یعنی باید ریاضی بله، را باید بفهمیم، ادبیات را باید بفهمیم. بله، هر کار باید باشه بفهمیم که موسیقی را بفهمیم. بله، و فن هم است که واقعا مشکل گپ است. بله، ما همیشه گفتیم من شاگرد موسیقی هستم. من نمیتونم که در این قسمت زیاد نظر بدم. من خودم در یک مرحله قرار دارم که باید هنوز بیاموزم. بله، بله، دیگه با حساب این تئوری های موسیقی زگال. بله، بیننده ها را خسته با این گپ ها. بله، نمیسازیم. خب
اینال شما پلانای آینده تان برای موسیقی چی است؟ چی میکنین؟ چی در نظر دارین؟ آیا شما به کلی من حیث حرفه ای را انتخاب کردین با وجودی که در غرب هستین؟ یا قسمی که پیشتر گفتین که در اینجا بیشترین حتی آوازخان های بسیار کنکار ما وقتی که اینجا آمدن در پالوی از این که مثلا موسیقی را باید پیش ببرن، اما کار اساسیشان نان پیدا کردن روزگار است. یک بزرگوار دیگه کتی شما امروز آمده بود و امروز در برنامه شما دیدمش، بسیار خوش ما آمد و برنامه و البته که هم به حساب موسیقی هم به حساب از یک انسان فرهنگی انسان پیش از یادم گپ زدن هم بسیار مشکل است. آقای احمد شاه حسن توضیح کردین اینال پلانای شما چی است؟ یعنی شما هم هدف اولی رو باید بفهمیم که شما کاملا عرفه تان از امیر پیش میبرین و در پالوی از اینکه کدام کار دیگه هم دارین وقتی من حیث هابی که گفتم اگر در افغانستان اگر میبودم احمد شاه جان عزیز کوشش میکردم که ادبیات بخونم و شاید موسیقی کار اساسی من میبود، ولی در آلمان که هر مملکت دیگه که آدم میره و اوجه رو وطن دوم خود انتخاب میکنه، هر انسان هر کسی ما شما نمیتونیم، شما نمیتونیم که تنها از تلویزیون زندگی کنیم خصوصا یا از کار هنریتان زندگی کنیم. بله. بخصوص یه خانم وقتی که عاطفه مادری هم به او اضافه میشه، آدم مجبور است که دو سه طرف بگیره، هم مادر باشه هم هنرمند باشه هم کار اساسی دیگه داشته باشه که زندگی خود پیش ببره. و یک چیز یعنی اینطور شما از صحبت های شما استنباط میکنادم که این موسیقی را به شکل هابی و به انگلیسی به ساید میگن، یعنی در پالوی دیگه کارا انجام میدید؟ در پالوی دیگه کارا پیش میبرم، بله کوشش میکنم که اساسی پیش ببرم، ولی نمیتونم گفته که تنها کار اصلی ما موسیقی است، به خاطر از اینکه ما در آلمان در رشته معاونت دکتر درس خواندیم. خب و ما کار میکنم در پلیس موسیقی خودم پیش میبرم. بسیار جالب. بله بسیار جالب است که شما یک رشته کاملا تقریبا فیلد دیگه، یک کار دیگه است، ولی بازم بسیار و یک کار بسیار پرمسئولیت و فوقلاده هم ساینس است دیگه بکنی هردش بسیار پرمسئولیت. ولی آمد شاه جان گل میره بسیار میگم که یک وجه مشترک داره، متضاد نیست، به خاطر از اینکه یکیش یک پرستاری یک مریض است با جسم و جان ارتباط داره و دیگهش با روح و روان انسان سر کار داره. بله و از مدت های طولانی این کار را انجام میتین شما؟ بله. بسیار خوب. اینی از دیگه ما خبر نبودیم. خبر نبودیم. بسیار جالب است. خب بالاخره در آینده ها چی پلان ها دارین شما که چی میکنین؟ به کدام سمت میرین؟ این کار خود روتین ادامه داره؟ پلان دارم در آینده ها، پروگرام دارم که آهنگ های بیشتر بر هم وطنهای خود تقدیم کنم. باز هم در این رشته کار کنم، درس بخوانم، بیاموزم، سفرهای داشته باشم به افغانستان عزیز. دیگه پارچه های نو، پارچه های مقبول برای هموطنهای خود تقدیم کنم. در هر جایی که افغانهای عزیز و گرامی و هنرپرور ما هستن به دیدنشان برم، برنامه های لایف و کنسرت ها برشان اجرا کنم. بله امیدوار هستم که زمینه ها مساعد شود و بتونم چیزهایی که در نظر دارم برشان تقدیم کنم. بسیار عالی. اکثر آهنگ های نو گفتین، پیشتر هم فکر کنم صحبت کردیم که کسی که کتای آقای حسن هم که ما صحبت کردیم اونا هم گفتن که اولین رکنه که شما یک آهنگ میسازین نیست که شما موسیقی رو باید بفهمین، یعنی با راگ ها، با تال ها، با ریتم، با ملودی، با ایگپا، با همه چیز آشنا، با موسیقی در مجموع آشنا باشین. آهنگ های شما رو کی میسازه؟ چند آهنگ دارین تا حالا؟ آمد شاه جان آهنگای مرا کمپوزیتورای مختلف ساختن. بله. شعرها را ما از شاعرای مختلف گرفتیم، یا از شاعرای قدیمی مثل بیدل، مثل مولانا، حضرت بیدل، حضرت مولانا، یا از شاعرای معاصری که در همراه ما کمک کردن مثل مسعود جان زراب، مثل ویس جان سرور. بله. مثل آقای فانی که مثلا شعرهایشون خواندیم. بله. از شعرهای مختلف. بله. شاعرهای مختلف شعرهایشون استفاده کردیم و همچنان در قسمت کمپوزهایی گرفتیم از استاد گرامیم، استاد
فتلی خان صاحب، با خود غلام علی خان یک چند آهنگ دارم. با زبان اردو دارم؟ بله بله. با میدی حسن خان صاحب چند آهنگ خانده. حالو کجاست؟ با آقای زلاند. با مثلا هنگامه جان خواهرم، با آقای ارمان. با هنگامه جان خواهرتان که امروز دیگه کجا برتون بگم؟ دیشب با امچا جان حسن یک برنامه داشتیم، یک محفل خانگی. ما خبر می بسیار مقبول خواندن، بسیار مقبول. واقعا افتخار زیاد دادن که من برایشان بخوانم. و با هنرمندای مختلف، همچنان با استاد هاشم عزیز بسیار آهنگای مشترک دارم. محفلی همش با استاد هاشم. بله. امی استاد هاشم ما و شما؟ استاد هاشم بله. چشتی استاد هاشم برادر استاد آصف. یعنی که مدت ها قبل اونا خوب اونا در بله اونا متاسفانه، یعنی در بسیار جوانی شما دارین دیگه قدر جان. بله اونا در آلمان تشریف بله، داشتن. بله بله بله. اموجه باز فوت کردن، کشته شدن. بله. در نزدیکای کلن بودن، ما در بون بودیم، فاصله. اینا را سی دی ساختین؟ همیشه آماده تیار است؟ بله، همیشه چیزای خانگی است که پیش خودم است. بله بله. بله. با مدولی جان، با هنگامه جان از زمان کودکی. بله. دیگه با هنرمندهای مختلف خواندیم، از کمپوزیتورهای مختلف بر ما آهنگ لطف کردن، محبت کردن، مثل خود استاد هاشم خاصف. بله. فتلی خان. بله. ایلیار جان سهیل. بله. کمپوزای بسیار مقبول بر ما داده، ویس جان سرور، شوهر هنگامه جان. بله بله. خانواده هنرمند هستن، مقبول میسازن، شعرهای بسیار مقبول. بله. یک آهنگ مثلا اگه شنیده باشین، غزل سرای تو، من هم نوای تو، هم توی یگانه. تو که زمزمه نکنین ولا اگه ما بفهم که کدام. رحیم ای خانه را لب پیمانه را، به خیال تو می جویم. اینا باز ویدیویش هست، اینا شعرش هم شعرش هم بسیار مقبول، آواز هم مقبول و کمپوز هم مقبول. قربانتان و هم کمپوزشه. دیگه شعر برتان گفته باز مسعود جان زرب، شاعرها و کمپوزیتورهای مختلف. بس این خود شما کمپوز حال این نخیر تمرین نکردین آهنگ تو رنگ یک رشته باز با کلی دیگه موسیقی هست دیگه. که خب یعنی یک بسیار خوب. خب افغانستان هم گفتین رفتین شما؟ افغانستان بله، تا بالی یک چندین بار چندین مرتبه ما رفتیم. بله. وضع را اونجا چگونه یافتین؟ وضع موسیقی را، وضع جوانا را؟ من میبینم که بسیار بسیار استعدادای توانا داریم در اونجا که با تاسف یا توسط چکش فوندمنتالیزم مذهبی در کلشان کوبیده میشه، یا ای که تعصبات درون خانوادگی و سنتی و قومی و ایگپا. جوابای امی سوالتان هم خودتان دادین. شرایط زیق است، شرایط خراب است، شرایط اصلا سازگاری نداره با موسیقی. از یک طرف ببینین که مردمای مذهبی در چه حالت هستن، و این برنامه هم که ساخته میشه در اوج متاسفانه حق تلفی زیاد میشه. بله. کسایی که آواز دارن متاسفانه که تشویق نمیشن. برنامه زیادتر سر بزنس، برنامه هنری زیادتر بزنسی هست، و همیشه مسئله واسطه است. بله. این چیزا هست در افغانستان. همین مسئله بزنس را گفتین. بله. مشخص از شما سوال بکنم که بفرمایید در ذهن شما کدامش مهم است؟ اول وقتی که شما، یعنی خود شما مثلا، بله، بیشتر سر مسائل بزنس فکر میکنین یا سر هنر، سر اصالت هنر، سر کیفیت هنر، سر ازی که از شما یک تعداد آثار بسیار مثلا ماندگار بانه که بی عیب باشه؟ یعنی جنب. کسی حالا ببینین، اینه من یک آدمی که بیشتر هم گفتم که اصلا من موسیقی نمیفهم، ولی اونم عقل ما کار کرد که همون یکی از آهنگ، یکی از آوازخوانای بسیار تاپ کشور ما، اونو شعرام برات گفتم، اون مشخص که تر ما نامش نگرفتم، ولی هدف میس که اینطور یک چیزای بر شما از شما باید بانه. جناب هنرمند مستعد نتنام، هر هنرمند که مقبول میخونه طبعا در قدم اولش بله هنر موسیقیش است. آدم نمیتونه که هنر موسیقی خود یعنی تنها بفروشه، تنها پول مطرح باشه. بله. چرا که دیگه مسئله فرهنگ در میان است، مسئله کلتور در میان است، مسئله مردم در میان است. بله. مسئله موقف و موقف اجتماعی آدم، موقف هنری آدم در میان است. بله. ولی پول هم رول خود داره. اگر بله. پول نباشه شما نمیتونین یک ویدیو خوب پیشکش کنین. بله. بر مردمتون. بله. بله. یعنی ما منکر بزنس هنر موسیقی نیست. طبیعیه. معمول است که هنرمندا را مردم. بله. بیشترم گفتم در مصاحبه تکرار میشه. اولویت نداره، اولویت نمیست که به سر کوالیتی و سر کیفیت یک اثر هنری باید بسیار عمیق کار شود. و به خصوص که
اثری که هم از لحاظ اصالت داشته باشه، هم از لحاظ اصالت و رسالت داشته باشه، رسالت هنری و اجتماعی همانگی داشته باشه، کیفیت عالی داشته باشه، ماندگار باشه، در ذهنیت های مردم خانه کنه، جای داشته باشه، مثل آهنگ های دیگه هنرمند های قدیمی ما. و در پولیش پول هم رول بسیار مهم خود داره. بله بله، خوی آدم منکر شده نمیتونه. چرا اونم پول است که با شما میتونه چیزای خوبتر بسازین. خب حالا خود مورد کارهای خود شما صحبت کردیم و شما سر خود به اصطلاح کار میکنین. بله. و جالب هم است اون ما میبینم که در بین تعداد انبوه از آوازخانه خانم بله. شما مینوازین نامو و موسیقی را، یعنی اگر ما اشتباه نکنم شاید یکی از از جمله بسیار محدودترین افراد شما باشین که موسیقی را هم به شکل منظمش شما آموزش یافتین و هم می نوازین. این در مورد خود شما چی کارهایی را برای نسل جوان کردین؟ حالا خب ما شما از کشور آواره شدیم و اینه برنامه هایی را که می بینین، اینه تلویزیون ها را می بینین، یک تعداد زیادش من فکر کنم که در پالوی مسائل کارهای فرهنگی ما شما مشترک است. بله. اما تک شما برنامه بله. اجرا میکنین برای پیر و جوان است. بله. و ما هم آهنگایی دارم که هم برای غزل است، کسایی که غزل دوست دارن آهنگای مثلا نگاه آهنگ ما است که من عاشقم عاشق ترین هر جاست میخوانم، یا مثلا آهنگای مختلف است که برای در سبک های مختلف بگویم یا برای ذوق های مختلف. از شما میخوایم اول خب باز هم یک بار دیگه واقعا سپاسگزاری میکنم از شما که اینجا آمدین، لطف کردین و یک صحبت بسیار جانانه با شما انجام دادیم و این صحبت من بسیار معذرت میخوایم که یک کمک یک اندازه انتقادی هم بود، چون در مقام مدت من دیدم بسیار در مورد شما توصیف کردن که شما سزاوار از او هستین، ولی ما یک مقدار صحبت رو به روال دیگه بخشیدیم. به هر حال بسیار سپاسگزار هستیم از شما که شما تشریف آوردین. اینال حرفای آخرتان اگه دارین اونو کمره و او هم بیننده های ما و مردم. زنده باشین. از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. از برنامه‌تان سپاسگزار هستم. از مردم عزیز خود که تا بالا مرا حمایت کردن، محبت بر ما دادن در هر گوشه و کنار دنیا که رفتیم، واقعا ازشان از صفا و صمیمیتشان از محبتشان همیشه برخوردار بودیم و همیشه دعا میکنم که یک بار دیگر تشکر میکنم که از خداوند بزرگ تا بتوانم در گرمی با گرمی شعر و ساز و موسیقی در خدمتشان باشم، همراهشان باشم. خداوند یار و مددگارتان باشه. دوستتان دارم. تشکر یک جهان. خداحافظ. بیننده های عزیز، این بود صحبت ما با خانم فرشته سما، یکی از بهترین آوازخوان‌ها و هنرپیشه های کشور ما که امروز افتخار بخشیدن اینجا و آمدن به تلویزیون ما. البته که چهره های مثل فرشته سما، مثل انگامه، مثل استاد معوش، سلما و پرستو و صدها و صدهای دیگر، خانم جیلایی که خانم رخشانه تعدادشان زیاد است، یک مشت بسیار محکم استن بروی جهالت، فوندمنتالیزم، تعصب، تنگ نظری و تاریکی. و اینا اما تو که نامی خانم فرشته است، اینا همشان فرشته های نور، فرشته های معرفت، فرشته های فرهنگ، فرشته های احساس، عاطفه، موسیقی. و واقعا از ته دل میگم که شرافتمندترین نسل و شرافتمندترین انسان ها اینمی انسان هایی هستند که با جنگ، با خشونت، با کشتن، با زدن، با عقده، با عصبانیت، با حسادت، اینا هیچ گونه زبان مشترک ندارن و همیشه در هر جای یا خوب یا خراب، یا با کاستی ها یا با شکل بسیار عالی و خوبش، اینها همیشه سبب میشن که ذهن آزرده خاطر مردم ما شاد باشن. بله. پایکوبی باشه اونجا، رقص باشه، خوشی باشه و بر لحظه هم اگه شده مردم غم بزرگی که سر شانه هایشان وجود داره
و طاقت فرسا شده برای مردم، از همین غم دوری کنن. از توجه شما تشکر. امیدوار هستیم که ما خانم سما را بارها و بارها ببینیم و بار دیگه با موسیقی لایف اینجا ببینیم. شب و روز شما خوش. تلویزیون بهار دیگه بهار آمد، گل آمد. تلویزیون بهار، بهار آمد، گل آمد. واقعا سپاسگزار هستم از حمایتتان، از محبتتان. واقعا تلویزیون بهار یکی از شبکه‌های بسیار موفق جهانی در تمام دنیا نشرات دارن و همیشه همکار بسیار خوبشان هستم و بودیم. امیدوار هستم که در آینده هم در خدمتتان بتانم باشم. جشنواره‌ای که در هلند گرفته بودین در مام مایسه داشتم، بسیار واقعا برنامه بسیار خوب و مجهز بود. دیگه آهنگای ما از طریق تلویزیون بهار همچنان میتونین بشنوین. سرفراز و خوش و موفق باشین، کامیاب هستین، موفقیت های بیشترتان تمنا دارم. تشکر. بهار آمد، گل آمد، گل آمد، سنبل آمد، با گلشن بلبل آمد، با گلشن بلبل آمد. هی همه گیریم زشق جاله جاله، علا ایرش کلاله، علا ایرش کلاله. بیا تا من به غمهایت ستیزم، گل لاله به دامان تو ریزم. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید.